نیسانش رینگ نیزه‌ای خریده. استوری هم گذاشته نوشته چه؟ رینگای جدید ماشین عزیزه. طرف کل رودخانه خرج از اینا و خرفرش داره میکنه، بعد ما باید بری چهار تا پیژامه و لباس زیر و رو و قاشق چنگال آقا یک ساعت علاب بمونه. دارم از میانبر میارم، حداقل دو ساعت شما رو زودتر میرسونم. بی ادبی نباشه. من نمیدونم این آقای سلطانی و آقا بهنام بره چه خودشان وارد این بحث. اون یادت باشه هیچ زمانی با سلطانی دیر نشده. چی دیر نیست؟ بابا این گلتاج دختر ادریس هم بخواد. گلتاج؟ خجالت نمیکشی؟ اون دختر تا دیروز داشت بهش تو میگم عمو. آفرین. بعد الان چون دیدی باباش پول داره سری گزینه پیشنهادی بسه، پیشنهادی ازدواج ده گذاشتی رو میزش. یا یا عمو خلیل گیان لالایی هم بلدی پس شما. کی بود دیروز آمار سایز انگشت حلقه گلتاج از من میگرفت؟ خاک به سر دوستا غلام، بازم چوب حجم حیات خوردی. قد دست دست کردی که سر کله دو تا مدعی دیگه هم پیدا شد. بانوان به دلیل نگاه ابزاری دوستان به مقوله ازدواج از اینجا تکان نمخورن. آفرین روناک خانم، چیزی به ام نگه هیچ کاری نمی کن. میگم نه دو کنم میگم نه. بابا نوری سویت پاد کرد. پس این رادیو داروهای سفارش شما کجاست؟ آقای کاهانی میدونی اگه این داروها به موقع به بچه ها نرسه چه اتفاقی ممکنه براشون بیفته؟ دکتر به خدا من بارو مثل همیشه تحویل گرفتم. آمبولانس خراب شده بود، داروها رو از طریق باربری آوردن. من اصلا این کارتونا لوازم من نیست. داروی مهمی هم هست. درو صرف زمینم چه بلایی داره سرمان میاد. همون این اسمش رادیو داروه. خب یعنی این مدلش که اینجاست مختص بیمارای سرطانیه. اینجا نوشته معمولا باید در یک زمان مشخص به یک مکان مشخصی برسه. بیان یه همه چی میخواستی؟ ای دستت درد نه روژن، تو که نمیخوایی؟ نه عزیزم نمیخوایی. نوردر توشه، او یکیه. دست درد نمیخوایی هم میگم. شما که چای نمیخوایی؟ نه نه میگم. چه نمیخوایی؟ اینه قره کشی بازی لیگه. ای پنیسیلینه. ای این همه تشکیلات و قطی و پلاستیک بخاطر یه ذره این همه سطل بلا اسرافه، بلا اسرافه. من خودم با دو تا از این سطلا کل خانه هم کابوس نقاشی کردم. بعد شما به خاطر این چهار تا قطره آب با شوهر من ایمان با هموطن من این معامله کردیم. نگران نباش، اون چیزیش نمیشه امو جان. او هی همین جوریه، تا یه گند بزرگی میزنه خودشو میزنه به خرس مردگی. امو چرا قضاوت میکنی خلیل؟ شد بنده خدا واقعا داره تموم میکنه. یه دورجانی هم بگین بعد نیست آقای سلطانی. دوستان این نظر منو میخواید؟ یخت یخ وردارید بذارید دو این پک پلوهاش، به هر حال بعد مرگش این اندامش به درد یک دو نفر بخوره. آفرین آفرین. چشم چشم، من دیگه قضاوت نمیکنم. فقط قبل از اینکه اون یخ پیچش بکنی او انگشتر آنخ ماهو تو انگشتش در بیار. 20 میلیون قیمتش ها. باشم. نگاه چه چرخید. نگاه دوستان میگم واقعا یه رادیو درو هم برای خودشون دنیایی دارن. چرا؟ مثلا اینجا زده که اغشته به ماده رادیواکتیو هستن و هر گونه تماس غیر اصولی بهش منجر به آسیب های جبران ناپذیری به دستگاه گوارش، پوستی، عروقی و حتی نابروری میشه. چیزی نیست، چیزی نیست. نه ترس، نه ترس. همه چی تمام شد دوستان. به این ترتیب با پایان ماجراجوی خودم در زندگی اعلام میکنم. به درود زندگی. به درود زندگی. نه اوشاقلم، اوشاقلم نه ترس. چیزی نیست بابا گن، نگاه کن. هر چی که این میگه راست نیست. یه چیزی برای خودش گفت، هر چی تو اینترنت مینویزه که راست نیست. یا بابا به این زودی اتفاق نمیاد. بابا گن از کجا معلوم که راست نباشه؟ اتفاقا من روی اون صد نشسته بودم، یه حس ناخوشایندی به من دست داد. آره آره منم همینطور، انگار یکی در گوش رو گفت که ایمان خان عزیز، به من فقط خودتی و خودت. آه 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 آه
خاطر واقعا امون کاوس بود. دیدین چطوری پرش کرد؟ رکورد پرش ارتفاع المپیکو شکست. دمت گرم. ساکت باش بهی، ساکت باش. دور سالم بدن انسان گنج انسانه، محافظت از این گنج هر سن سالی باشه جز واجباته. پس اگه خبر خوب، شماره بیمارستان تو کارتون دارو پیدا کردیم. شما بری چه ایجو خنبرک زدین؟ اونی که دست گله به آب داده ای آغاز، نه شما. نه نه چیزی نیست، اینا یکم زمان لازم داره. خب شماره رو پیدا کردی؟ بشم زنگ زدی؟ بابا گیان شماره یه بیمارستانیه توی سنندج. خب بیمارستان اطفال، فقط نمیدونم زنگ بزنیم نزنیم. آخه ما هنوز نمیدونیم این داروها دزدیده شده اومده تو مینیبوس ما یا اشتباهی اومده. بهنام اهل ایجور کثافت کاریا نیست، فقط کثافت کاریای جمع و جور و زود بازه. آخ 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 آخ، چقدر بشه دان گفتم با این نسیم به خاطر ای هوش نمکنی این پسر اموی من. اجازه بدیم بری ساکش بیا گناه ده. بفرما، من مطمئنم اون آدم های چاکرخان احمد طلب ناخدا آمده، اینا به زور چپاندن داخل ماشین که یک پاپوشی برای من درست. وه آقای مرپل، اون بنده خدا، من حتی اونجا خود من برای خود منم پپوش درست کرده بودیم از پای من باز کرد، بعد الان اینجوری میاره کرد دست من بده. آقا اصلا چه لزومی داره؟ آخه بیاد همه اینا رو بندازن تو دامن ما و بره. چرا نذارن تو دامن ما؟ عمو خلیل گن اینجا زده، این دروها کوچیک کوچیکش 20 میلیون ارزش داره. 20 میلیون؟ وید جان، فرمودی او بوچکه که داخل سولاخه گده رو برد، همون 20 میلیون؟ دقیقاً 20 میلیون. آه بسیار خوب. دوستان عزیز یه لحظه به بنده توجه بفرمایید. درس بیزینس کوچینگ. من میگم آدمیزاد، انسان که کاری دستش بر نمیاد در مقابل تقدیر دیگران. بنابراین نظر من اینه که این داروان ما ببریم بازار آزاد با قیمت بسیار خوب برفوشیم و پولی که ازش در میاد خرج مستمندان بکنیم. خدایا چنان کن سرنجی. بله چی نکن با چیزه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ من دارم کاملا جدی میگم. من با خیلی از مستمدان و مستحقان در تماسم. تماس لازم نداره خلیل، من خودم مستحق ترینم. اون گدایی که سر چهار را وایساده و لباس پاره پوشیده دو تا کلیه داره، من یه دونشم ندارم. ای بابا آقای سلطانی، خدا بده ما دادیم گدای قبلی. آمین ببین دختر از چیزی میگه. بابا گن من چی به شما گفتم در بری قریبه؟ ببخشید بابا، خوراکی خو ازش نگرفتم. من میگم این حرفای بی اساس تا فردا صبح میتونیم ادامه بدیم. الان شاید زندگی یکی وابسته به این داروها باشه، باید فوری فکر عاقلانه بکنیم. به نظر من تصمیم عاقلانه اینه که سریع زنگ بزنیم به بیمارستان. اونو بده به من بیا عزیزم. اگه اجازه بدی من زنگ بزنم. بری کلا، من میگم ملت گرفتارن. به نظر من خیلی مهمه که این مسئله چجور باششون بیان بکنیم. خب اونایی که فن بیان خوبی دارن یه قدم بیان جلو. آها خب پس احیانا اگه بحث بازداشت و اتهام دزدی و اینجور چیزایی شد غمتان نباشه ها، خیالتان در مورد سهمتان تو رودخانه و خاویار راحت باشه. البته اینم بگم ها، ممکنه به خاطر همکاری و پس دادن داروها مزد خوبی بدن ها. اون مرده حسابی چی کار میکنه؟ میرین چلا و میاین اقا بچم بچم برو اقا بیا بیر سوار شد تلفن بزن بابا اقا بگیش تو مرده رو بریم مردم منتظرت. دکتر بنده متوجه فرمایش شما هستم، ولی باور بفرمایید باور بفرمایید هیچ کدام از من اصلا روح منم خبر نداره که این دروا چجوری آمده داخل ماشین من. نیت من خیر خدا شاهده، یعنی الان فقط دلم میخواد که هر چه زودتر و بهترین شکل فقط این دروا رو بزنیم به دست شما. دقیقا فرمایشتون متین دوست عزیز. شما اگه آدم خوبی نبودی که بابت این قضیه با بیمارستان تماس نمیگرفتی. منتها عرض من اینه که این داروها روش های نگهداری خاص خودشونو دارن، تاریخ انقضاشون کوتاهه و پروتکل های خاصی هم حتی برای حمل و نقلشون وجود داره. شما فقط یه کار بکن، به من بگید که کجا حضور دارید تا من بچه ها رو بفرستم داروها رو ازتون تحویل بگیرم. نه 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 نه، اجازه بدید خانم دکتر، اجازه بدید نپذیریم. عرض کنم خدمتتون اگر شما بیایید پیش ما انگار که آمدید یک تعداد دوز دارید میگیرید با خودتون میبرید، ولی اگر ما بیایم خدمت شما دقیقاً مثال
اینه که یه تعدادی آدم خیر آمدن برای نجات جان بچهای مردم. این دوتا خیلی فرق داره. خانم دکتر، سلمان پیشور هستم. یه سوال داشتم خدمتتون. اگر شخصی به مدت چند دقیقه روی این دروها بشینه، مشکلی براش پیش میاد؟ شخصی میزنی سلمان؟ مگه ندیدی دکتر چو گفت؟ بابا ما باید دو دقیقه تمرکز بکنیم ببینیم چجوری میتونیم سریع داروها رو برسانیم بیمارستان. الان این وسط یه نکته خیلی مهمتر وجود داره، اونم اینه که این داروها به سفارش بیمارستان و به اسم شخص بیمار تولید میشه. الان اگه به هر دلیل این داروها دیر به دست ما برسه، تولید و ارسال دوبارش برای هر کودک سرطانی حداقل دو هفته زمان میبره. دکتر جان، ما هم دقیقه همین بچه ها را داشتیم که تماس گرفتیم. من به عنوان رئیس شورا و بنیانگذار این گروه در این مورد خاص آمادگی همکاری و حتی ملاقات با شخص وزیر بهداشت دارم عزیز. شما الان دقیقا کجا هستین؟ یه آدرس برای من بفرستید که ببینم بهتر شما بیاید سمت ما یا من یه ماشین مخصوص حمله دارو بفرستم براتون. معذرت میخوام خانم، من اگه بخوام دکتر بشم باید چه کتابی بخونم؟ انسانها رو میخوام نجات بدم. ببخشید خانم دکتر، معذرت میخوام، یادش بفرمایید عزیزه جده این بیابنی که مراود اسمش چیه؟ فکر کنم وانوان شرقی بود. وانوانو؟ من آقای عزیز چه فکرش کردی؟ تو واقعا میخواستی بشش آدرس بدی؟ چه کنه؟ بابا نور دین، فرق مغز تو با یه مغز بچه 5 ساله گریز پا چیزه؟ بابا چی داری میگی؟ منظور چیه؟ بابا آقا نوری گیان، الان اگه بیان اینجا ما چه جوابی داریم بگیم؟ بگیم این داروها چجوری اومده تو ماشین ما؟ بعد اگه پای دادگاه و کلانتری و قاضی و سوال و جواب اومد وسط، ما چه خاکی بسیم؟ اون بچه هرچی من تذاره این داروان اون چی؟ بس میگه بابا طفل مصومه من نیاز به کمک من دارست، نمیدونم به خدا نمیدونم. خدا دوستان، من دیگه پیمانم پر شده، تازه ای قاضی دریایی هم هنوز حکم اون نداده، مگه من بدبخت چنی از عمرم مانده که بتانم مجازات دو تا جرم بزرگ تحمل بکنم؟ ردشم اینا همه سو سابقه میشه برای آدم. اگه من فردا پس فردا رد صلاحیت بشم کی پاسخگوه؟ یعنی عمو کیوان مشکل تایید صلاحیت شما سو سابقه است؟ هیچ مشکل دیگه ندارین؟ حداقل مدرکی که لازمه کارشناسی ارشده که نداری. عمو جان ممکنه من دیپلم ردی باشم، ولی مهمترین فاکتور برای یه نامزد انتخاباتی پایگاه مردمی هم میدانی؟ بله. بفرما میشنوی صدای جمعیتم؟ زیادم. آزمایش ادعا را میگیرن دایی دایی؟ خب بگیرن، مگه من مشکلی دارم؟ بابا الان وقت این حرف هست. چه بکنم جواب بدم؟ ولش کن، اینا بله من نمیکنن، الان بده من جوابش رو. این گروه شاید هنوز توان تحمل آسیب‌های جسمی و روحی داشته باشند، ولی آسیب‌های اقتصادی هرگز خیلی. بس میگه دیگه. الان برای چی سر من داری داد میزنی؟ و چی نه کاره کردی؟ عزیزم شما مثل یک فیلم جنایی تا الان ندیدید. در قالب فیلم‌های جنایی متهم قاتل وقتی قتلش به انجام میرسانه او گوشیگن تمام و کمال منهدمش میکنه. خب الان اینجا قتل اتفاق افتاده، کسی بکشته؟ راست میگه. نه قتل اتفاق نیفتاده، کسی هم قرار نیست کسی بکشه، ولی پسرم و عزیزم این گوشی‌های جدید جی پی اس داره، یعنی الان از گوشی شیرین میتونن رد همه مانو بزن بیان اینجا بگیرن. اما خودم بلدی که بهتری چه میخوا امو در خرجه دانم برات میخرم. امو خلید از ایرون مکسی 18 بهتر داریم؟ من کسی هم که بذارم زنم گوشه غیر پرچم دار دستش بگیره؟ الان این گوشه که من خوردش کردم ایرون مکس 18 پرچم دار بود؟ بله. برای چی بود بلبله که شارژش سوزنی بود؟ دیگه شارژش به خودم اومد. آقا جان عزیز من اجازه بدین من یه ایده دارم، لطفاً احترام بذارید و نه نگین. من میگم یه راننده بگیریم، این داروها رو بهش بدیم برسانه بیمارستان، اینجوری هم بچه‌ها آسیب نمیبینن هم ما گیر نمیافتیم. کیوان جان شما میشه بدون همه هنگی لطفاً فسفر نسوزنی؟ بریشه برای چی نداره؟ بنده خودم تا شخصاً این داروها رو به دست اون بچه‌ها نرسانم کوتاه نمیام. کوتاه نمیام؟ نه خیر. پدیه هیچی؟ تمام.
بده هیچ جنیشه، یعنی چه کوتاه نمیای؟ کوتاه نمیام عزیزم، پسرمون جان الان اگر اتفاق بیفته پای خودت هم گیره. بری چی؟ بده این که ما یه پرونده با یه قوش همون شاینگه داریم که قاچاقش کردیم، اگر این قاچاق دارو هم اضافه بشه تمام من ایمنم، تمام من باید گوشه زندان تا آخر اون قوچه من در بیاد. یعنی چه میگی؟ آفرین ابو خلیل. آقا چرا ما باید همه گی بریم زندان بخوابیم؟ اصلا ببین از کجا معلوم که این موجود واقعا در روح رو ندوزیده باشه؟ چرا باید همه ما به آتیش بهنم بسوزیم؟ به پیر، به پیغمبر، من اومده بودم، من اصلا دهنم شیرین شه، نه اینکه سرویس شه. آقا سلمان، رفقا دقت کنید، من اگر این دارو رو دزدیده بودم صادقانه و داوطلبانه در کارتونش جلوی چشم شما باز نمی کردم. بابا تو رو خدا یکم به سطح قالطاقی انسان ها احترام بذارید. آقا یک کلم ختم کلم، اگر کسی با ما به بیمارستان بیاید در ماهی خاویار هم سهم بیابد، اگر کسی با ما به بیمارستان نیاید و نخواهد که بیاید در فقر مرکب ابد و دهر بماند و بماند. فائلاتون فائلاتون مفائل تمام تمام تمام. الان دوباره دیکتاتور درونت بیدار شد نه؟ بله بیدار شد به درک. اصلا من به او کاری ندارم، این خراب شده سویچش انداختن کف درم، آقای چه بکنی؟ اونه من روشنش میکنم، میدونم کار زشتیه ولی با قلبی مالا مال اون جعبه زیر داشبورد باز میکنم، سیمه رو به هم میچسبنم، ماشین روشن بلده. و در حال حاضر با احترام کامل به بزرگترهای اینجام میخوام اعلام بکنم که تا من این دروارا به دست اون بچه های بیمار نرسانم تا اطلاع ثانوی خفقان مطلق. خفقان چی؟ چی کار کنیم امگیل؟ ماشین روشنش کنیم از زیر جبه فرمان؟ بله امگیل. چشم. بابا این دیکتاتور درون چه خواب سبکی داره. از این راب کمرا عجب اشلاق و بشکینم و حبسی گنج قلیل بکمنا علی مازنیت و بشکینم بکمهورد بزماره. از این راب گنج قلیل بینم لمیدان شار سوار بکم لکمت گیتاره. دل باش و گنج خلیل امین مایه. معذرت میخوام، یه وقت باید کلی من متعی میکردم، درد داشتم، ببخشید. زیادی تنگش کرده بودم، معذرت بخوام. خوش خوش کرده بباشر. ببخشید در آوردم، شما راحت باشید. معذرت بخوام. ببخشید. Ma
سب کن دیگه. باید کنم خیلی کار درست بیتر دارم خیلی کار درست این چیزی رو کشتیم من سواد نوشتن دارم سواد خواندن نره ولی خوشحالم که خوش آمده عروس نگاهش نکن دیگه ای بیتر بیتا بابای من این شکلیه خوشتان میاد کاریکاتور تک تک تانه بکشم بچسبانم در دیوار مینیبوس آته این کارتو خیلی زشته ها کاریکاتوره بابای کشی میشه من ببینم عزیز من دختر گل من اولا شروع کننده این کار اما خانمای شما سال سانیان دهن ده میگیرم دوده گچ ها باید باش نوری خان عزیز من شطر سواری دولا دولا نمیشه وقتی که اعلام خفقان عمومی میکنی طبیعیه باهم هوار همه در آمده خب پر مسلمه اعتراض ما از طریق هنر متبلور میشه و به عرض مردم هم میرسه بله همین آقا من کی اعلام خفقان عمومی کردم من کی همچی کاری کردم من گفتم داروی کودکان سرطانی قبل مذاکره نیست تمام دیگه هر جنگولک بازی دیگه که دلتان میخواد انجام بدید بفرمه من ماندم واقعا چجوری تونستین چنین کاری بکنی؟ همین رو بگو شیرینگیان یه نفس عمیق بکش دوستان دیگه این بحث رو ادامهش ندید شیرینگیان رو پدرش و پدر زن من بسیار حساس تمام شد حالا بابام سر جای خودش ولی من بحثم بحث تکنیکه کمپوزیسیون فضا کلن تعطیله. نگاه اگزاجره و انتزاعی در اوج خودشه و در کل نوع نگاه به سوژه سوبجکتیف و مونوکرومه در کل در نیامده مبتذله ماقبل بد و مقوا ببخشید امو جان من میتونم یه رؤیتی بکنم تصویره علم و افتضاحه خیلی ممنون تشکر چونی چون میخوانی همه؟ اما ببخشید آقا نوری ببخشید ملاحظه بفرمایید این تصویری از شما که در ذهن و روان این مردم به جا مانده بدبختی پسر چیزی که سفارش دادی یه مرد خیرخواه مردم دوست بوده و چیزی که تحویل گرفتی این زغارت قاچوره من هیچ موقع ادعای خیرخواهی و مردم دوستی و این چیزا رو نداشتم هیچ موقع ولی از همون اولم اعتقاد داشتم که آدمیزاد در درون وجودش خیر و نیکی و خوبی گنجنده شده از اون ابتدای خلقت احسن آفرین بابا جان قربانه ولی به طور کلی نیکی نکردن لزومه به معنی بدی کردن نیست من قبلا تون نشستم گفتم گاهی لازمه که انسان هیچ کاری نکنه بهش میگن لذت هیچ کاری نکردن آفرین دوستان قبلا بهتون گفتم ایتالیایی بهش چی میگن نه نه بلندتر رو همه به هم احسنت البته که آقا نوری که اسطوره ماست ولی من میخوام ببینم اینجا مریض هستم یا نیستم چطوری شما دلتون واسه مریضایی که تو بیمارستان میسوزه ولی منی که جلو چشماتون دارم آب میشم هیچیتون نمیشه آقای سلطانی خال واقعا الان داری خودت با اون بچه‌هایی که دارن با سخت ترین شرایط ممکن دست و پنجه نرم کنن یکی میدانی چرا که نه روجا خانم شما از کجا میدونی من شده بچگی بیماری اصلا داشتم آری خب این خیال با بگم بیر خیال ولش کن نه الان دو دقیقه دیگه به تو هم گیر میدن میگن دری ادای آدم خوبره در میاری بی خیال شد نه 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 بحث روجان عزیزم کاملا متفاوته چی چیه متفاوته عرض میکنم خدمتت نوری عزیز شما یه مهرطلبی عوام فریبانه و نمایشی در وجودت داری جهت جلب توجه حالا چرا چون شما در کودکیت یحتمل رو به یقین دچار بی‌توجهی مفرط بودی کودکی خشنی تجربه کردی و دنبال توجه بودی
باعث شده در حال حاضر خودت به عنوان قهرمان پرت میکنی بسه دقیقه. خدا چنان کنی سر انجام میکنی تو خوشنود باشی و ما رسگار. ای بابا بازی زر رو ترمز. آقا جان تو راحت برو، کار ده دوای ما نباشه. توقف ربطی به آقای محترم نداره، هر کسی هم اعتراضی داره بفرما به اینا بگه. ای نوری من تا حالا نشید بودم. نره جدید آوردم، یعنی ای فریاد رس فریاد کنندگه. چیکار کنی؟ سلام علیکم بر کارگران زحمت کش، خسته نباشین. ما میخواستیم از اینجا رد بشیم، رد چرا بستیم؟ بستیم چون گفتن ببندیم. رئیس شورای آبادی داره صحبت میکنه با هم. ما کار فوری داریم، هر چه زودتر و سریعتر ما باید تا ایجاده بریم. خطر جانی داره عمو جان، نمیشه، خطرناکه. تا حالا دو سه مرتبه کور ریزش کرده، میدانی یعنی چه؟ شما مقصد دان کجاست ها؟ بچه کردستان این؟ کردستان بچه نداره عمو، این مسیر که قراره باز بشه؟ خدا میدانه خواهره، معلوم نیست، بستگی داره به میزان ریزش کور، شاید فردا، شاید پس فردا، شاید هم فرداهای دیگه، خدا میدانه. یه لحظه اجازه بدید، ببخشید ببخشید، ما واقعا امنیت و آسایش ما مدیان شما هستیم. آسایش و امنیت شما چه ربطی به ما داره؟ هیچه، اونو ولش کن. من میگم یه چند تا از اینا رو برداری، ما مینیبوسمون جمع جور رو بوچه کرد به این شرط میشیم. سوال داره. ببخشید نمیتونم، ما ماموریم و مزدور. بگن ببند میبندیم، بگن باز کو باز میکنیم، بگن بنداز میندازیم، بگن بکار میکنیم. درود به شرف جنتلمن. خب بازش کن دیگه. چرا ما میگیم بازش کن؟ میگی نمیشه. چون یه بو مودا هوا نمیشه. رئیسمون گفته ببند. چی؟ آقا ما میگم اینجا زده همین جاده رو 200 کیلومتر برگردیم عقب، یه راه فری است که از اونجا میتونیم بریم روستای خودمون. آفرین آفرین میدیان، باریک الله. ما باید به سرعت برگردیم 200 کیلومتر به چی داری میگی بنده خدا؟ ما باید از اینجا بریم که این دروازه برسانیم. خب دوستان عزیز توجه کردید، ما هر کاری که دانستیم کردیم که این دروازه سالم برسانیم مقصد. خب ما حتی هزینه هم کردیم، دیدی که نشد. خب الان چه راهی داریم؟ فقط یه راه، بریم بشینیم داخل مینیبوس، ادامه مسیر فقط به این فکر بکنیم که چرا توفیق این خدمت عزیز نصیب ما نشد. همین، بفرمید بفرمید بفرمید، بیاید بیاید باشید بفرمید، برید به سلامت. فقط قبل از رفتن اون دروه رو پیاده بکنید، چون نور دین خانزاده اگر اون دروه رو به مقصد نرسنه پش تو ابدی نمیزد. ببخشیم گیان، ببخشیم بابا گیان. بابا گیان بیا بابا گیان بیا. بابا ولش کنید بذارید بره، قهر کرده. از قدیم گفتن وقتی یک کلاغ قهر میکنه هزار گردو به نفع باغبانه. ولش کنید از ببینید اسمه چه بود؟ بلام بودو بودو، داروهای بذار پایین براش سوارشیم بریم برف گیر میکنیم تو را. بودو آقا خلیل اینو از من نخوا، من هرچی باشم ته ته تهش پاره تنه آقا نوریم. نوری تنها بذاریم؟ حیا نما کنی خلیل، خجالت نمیکشی خلیل؟ تو میگی تو این موقعیت سک ما نوری اول بکنیم و بریم پی کار ما. آخه این درست درست سالت، واقعا درست سالت. واقعا متاسم حفظ صداقت شد، یاد صداقت شد. خورده برجوز غازیه فکر پسند. هیچکی نمود، همه مونده. من فقط پسر عمو میدارم، کسی رو ندارم، من مادرم ندارم. چه کنم اینا بابا؟ نمیدنم بابا گم، من اگه اینجوری بشه بدبخ شده اونا بدبخ میشه. من چی شد؟
شما مگه قرار نبود دروره بذاری زمین تشریف ببرین؟ تشریف ببرین دیگه. نوری جان خودت دلوس نکو. کی تا حالا ما پشت هم خالی کردیم که بار دوم مار میزنیم؟ دوستان با اجازه من چند لحظه وارد بس میشم و زودم خارج میشم. نظر دان چیزه داروها رو هی جا بذاریم پیش دکه امانت، بعد آدرس میدیم بیمارستان بیان دنبالش. با این کار همو بچه ها بیدارو نمیمانن، هم پای ما واسط گیر نمیکنن. به قول مرحوم بوام ایجوری نه سیخ میزوزه نه. دا بیام بابا گیان نمیگم یه دو سه ساعت اینجا وایسی بلکه همین جاده رو باز کردم. باز نمیشه، میگه کون ریزش کرده. چجوری باز میشه؟ آخه چه بکنیم؟ دکتره مگه ندیدی چه گفت؟ گفت تاریخ مصرف داروها محدوده، اگه امروز فردا نرسه سننده اجده کلا به دردشان نمخوره. آقا من یه نظری دارم بابا گیان، میگم دو دسته بشیم، یه دستمون اینجا بمونه، یه دستمون برگرده روستا خاویار رو ادیسو کنترل کنه. نظر تو چیه؟ منم هم اول همین مسئله مطرح کردم ولی گویا کلمات مناسبی استفاده نکردم، عذر میخوام. اجازه بدید با ذکر یه مثال براتون توضیح بدم. شما گله کفتر رو دیدین؟ بله. وقتی میخواد شکار شیر از چنگش در بیاره دو دسته که سنده، حداقل ده دسته میشن. مجدداً عذر میخوام. خدا خیلی بده، این چه مثالیه؟ دوستان عزیز ببخشید، من قسم مثلا نارفیقی و بیمرفتی پسرم و من پاره تره، من با هم بزرگ شدیم. عرض من اینه که در حال حاضر کشور علاوه بر دارو به پرورش آبزیان سودده و پرمنفعت هم نیاز دارم. میگم مبادا ما مشغول شمشیر زدن در یک سنگر هستیم، خدای نکرده او سنگر از کفمون بله. بس دیگه خلی بس، من گوش من از این لطایلت جنبلی پره. اون دروار خلی کن تشریف ببه دیگه. ای بابا تو هم دیگه انقدر تون نرو نوری. به نظر من پیشنهاد سلمان منهای اون مثال احمقانش بدک نبود. ما دو گروه بشیم بهتره، اینجوری هر دو تا سنگر رو حفظ بکنیم. خیلی هم خوب. دوستان عزیز اونایی که میخوان برگردن به دستاشون رو بیارن بالا، همین الان میخوایم حرکت کنیم. خب پر واضح هدیه، مینی بوس میمانه برای اونایی که تعدادشان بیشتره. خیلی از اجازه بده، هیچ که دستش نبرده بالا. اگر رودان نمیشه باز پیام احمدم دوباره رفتی تو بانده یادم؟ دوستان عزیز من، این آقایی که مشاهده میکنید همین الان یک گلیمچه پریشالشه که 400 میلیون پولشه. او رسم خب آقایی 400 میلیونه ببره جای او دارو هدیه بده به بیمارستان، نمیشه؟ چرا نمیشه؟ عمو خلیل، اولا که این قصداتان رو نبریم بالا، بعدش هم خدمتتان عرض بکنم که او گلیمچه رو بابای من قبلا فروخته. بگم شیری شکلاتی قرار من این بود؟ بخشی بابا گیان، میدانم قرار ما بین خودمان باشه ولی الان اگه بششان نگیم که شما چه کار کردین معلوم نی بعد چه رفتاری بکنم. بیا او درستش بکن. اون زبان بسته کجا فروختی؟ پولش الان کجاست؟ پولش داد به ناخدا، بلکه یه ذره از اون خسارتی که بشش دادین جبران بشه. آفرین، ای درود به شرفت نوری، ای درود به شرفت نوری جان. اجازه بده بوم وسط دو عبرودم ناش بکنم. بله دردت بی جانم بره کاری کنم. نوارده کرنی ببگه، اجازه بده افتخار میکنم ببگه. ببنیم ببنیم سرموی روسیاهت هم باختت هم ببس. من بخاطر یادگار کودکیم هم خاله رو دماغده ببوسم، به جان رو ببوسم. ببس پیاس ورده بودم. ببفرمه ببخشی شما؟ مخلص شما کاوه هستم. هاو گن من اینجا یه محفل خانوادگیه، من 36 سال هم دیگه رو میشتزیم. قصد مزاحمت ندارم هر باب، دیدم جاده بسته است، بعد شما هم درگیری انتقال کالا به سننده داری. شغل ما همینه، کیلو 70 تومن میگیریم، 4-5 ساعت دیگه بار تو سنندج میذاریم زمین. آخه چجوری مرد حسابی؟ ما اگه جاده بسته نبود به همین مینوبوس 3 ساعت دیگه راه داشتیم تا اونجا. ما با جاده میانه خوبی نداریم هر باب، معمولا از کوه میریم و میایم. ویسا چی؟ از مسیر کوه؟ عزیز من شما این جماعت رو نگاه کن، اینا میتونه از کوه بالا برن؟ اصلا همین اموکاوس این موقعی که روی صندلی مینی بوس میشینه در حالت عادی روزی دو سه بار حداقل نفس کم میاره. آره کلاوید چون با مزه گفتی کارت نداره. آره کارت اموکاوس. کاوی جان شما بس کول بری نه؟ بله قربان. خب یه لحظه تشریف بیاری شما اینجا بشید، یه لحظه تشریف بیاری بیاری بیاری.
السلام علیکم. من میگم تو این هوا داری میریم خطرناک نیست؟ نه نه نگران نباش. این هوا ده یه ساعت دیگه باز میشه. این هوا ده یه ساعت دیگه واقعا باز میشه؟ حالا تختانه. آقا دست دیگه با خود من سپردیم به شما دیگه. بچه آمده این؟ آبا جان آمده شدی. وایس وایس. خودی آقا بهنام یه سفارش نکنم. جان شما و جان این مینیبوس. امانت عموم دستم تو خدا سالم باشه. بشارت. حتما برام خدا من دختر کوه. یه تلفن بیا. خیال جانمونه اینجا. آقا بهنام جان خودت جان عمه. خیالتون راحت باشه. حواست باشه به عمه ها. باشه. خیالتون راحت. امانت خود تو عمه. خیالتون راحت. نه گفتم به ششتای گن حواستش به عمه ها هست. بفرما بفرما. خب دیگه بریم. خدا حافظ بیلم بیاییم. بیاییم بریم بقیه هم بیاییم. نه بریم بریم. هیچی نوری جان، ما همینطوری سرمون انداختیم پایین داریم میریم بدون اینکه طبیعت گردی تو ذات ما نه. تو به یه چشمانداز نگاه بکن ببین چقدر قشنگه. عجله داری آقا؟ امو کاوس کیان عزیز من. آقا یک کلمه بگو کم آوردم. تو نفس که میکشی قفسه سینه یک مده قبل جلو میشه. بگو کم آوردم تمام شد. هیچ حرفی هم میزنی درست. من کم آوردم اون موقع که من کوه بینالوده میرفتم بالا تو جوجه بودی بینالو. این که بله آقا برگردین بچه برگردین یه لحظه بیا اینا خسته شدن برگردین بیا بابا جم بیا برگردین. ببین سنه 1333 کوه بینالود اینا ایمن
آره آروم فکر رفتن بالا خوب بینه. فقط این عکس یه نکته ای داره چیه؟ اونم اینه که سنه 1333 و اموکاوس همچنان پیره. اصلا دست نخورد متشافه. خوبه آفرین بچه ها، معلومه این کاری جای درستی رو برای توقف انتخاب کردیم. جدم رسیدیم؟ همه که خسته نباشید. دوستان رسیدید. واقعا ماجراجویی شگرفی بود. به شدان تبریک میگم. رسیدید. داری شوخی میکنی ها؟ چرا سیویلر یخ زده؟ با من ها؟ هنوز به دمه زیر صفر نرسیدیم. ای آقا فکر کنم سرما زده شده. اون موقع با ما دریا نیامد ولی دریا زده شد. بله به هر حال ما قش آسیب پذیریم، از دهک‌های پایین جامعه محسوب میشیم. خلاصه از این به بعد دیگه کم کم میریم تو دل و پیچ کو. اینی هم که دوستم میگه جای خوبی و برای توقف انتخاب کردید، برای اینه که به امید خدا دیگه از اینجا به بعد کوهنوردیمونو به صورت رسمی آغاز میکنیم. چی؟ بخشی آقا من نفهمیدم، یعنی ای همگه را که آمدیم اینا همه غیر رسمی بود؟ این مسیری که ازش آمدیم که کلش کافی بود خواهرم. مسیر اصلی ما دقیقا پشت او کوه ها. سعی بخور. ای ایزد من نه. حالا باید راه بریم. فقط حواستان باشه دیگه، یه بار میگم اگه تو راه یه وقت گرگی، شغالی، حیوانی بشتان حمله کرد ای سوتا باید استفاده کنید. از چه استفاده میکنید؟ از سوت. آفرین. من سوت بلد نیستم. اینا تقسیم بکن به نشان. دستت خوش. حالا برای چه سوت؟ من نمیدانم برای چه، ولی خب حیوانات از صدای سوت زیاد خوششان نمیاد. ضمناً آقایان حواستان باشه در حین حرکت اگه یه وقت پاتان گرفت هی او جایی که گرفته چنگ بزنید و موشا بکنید. اینجور از اولادی خودش اول میکنه و خطر سقوط همه بمیره. دستمایی توصیفی که یه آقا کرد شرمنده گل رو همه دانستم. من دیگه نمیتونم بیام آقا. یواش یواش اینجا میرم پایین سر جاده، همونجا ماشین میگیرم میرم آبادی. آقای منم نیستم دیگه، منم نمیتونم بیام. اصلا کنوردی همش کلیه است، منم که کلیه ندارم. نمیتونم بیام قربونت برم، اینجام که نه تلکابینی داره نه تلسکی داره نه هیچی نداره. من نمیتونم هم کابوس من وای میستم با شما بیام. حالا به حرف من رسیدی در باب؟ پایین که بودیم نگفتم بهتون؟ چرا گفتی؟ گوش نکرد. گوش نکرد. برای شروع کردین این خصوصی به من گوش. من کجا شنیدی فوری بی خودی؟ من یه چیزی گفته که میگه. آقا جان این یه دوست من برگشت گفتش که شما آدرس بدین من این بره رو میبریم اونجا تحویل میدیم. ولی بنده خدمت شان عرض کردم، گفتم ما یه سری معذوریت هایی داریم نمیتونیم اینو دست شما بگیم. خود منه بعد هم راه شما بیایم. بله معذوریت داریم. هنگار فقط شوهر بیچاره من، هموطن بیچاره من این وسط زیادی بود. بابا رو نگیان تو رو خدا ولمان بکن. اگه آقا بهنام نبود کی میفرستادیم با اون مینیبوس اما او افشینه ببره؟ کی با پشت او فرمان بنشه؟ دوستان عزیز ولش بکنی جر نکنی، توجه بفرمایید. درس مهمیه. در شرایط بحران چاره ای جز حل مشکل به روش سرعتی یا همان گلخانه ای وجود ندارد. این علم میگه، منم میگم. بنابراین من از او دوست خوش اندام باریک اندام ورزیده که او همه بار کول کرده خواهش میکنم که اموکاوس هم رو بارش تا مقصد برای ما نم کنه. میشه؟ بعید میدانم قبول کنه. اگرم قبول کنه حداقل کیلوی 100 تومن می. کیلوی 100 تومن یعنی 45 کیلویش میشه 4500. آره دیگه 4500 میشه. ای می نداره بابا. ما قاطی یقین نقدن به تقدیم میکنم بابا. الان شما 45 کیلویی؟ بله قربان. این امو کاوس ما یه خورده پوکی استخوان داره. منظورم اینه که حجی منه ولی چیز زیادی توش نیست. خیالت راحت باشه. آره سبوکا. خیلی خوب دوستان دیگه ولش بکنید. آقا یه قدری تخفیف بده ما هم کابوس رو بتانیم حملش بکنیم تا مقصد. داریم به شب مخوریم، خودت هم میدونی اوسایی گرفتار میشیم. والا بهتان خوب گفته، چندرغاز دیگه چانه زدن نداره. خوب حالا
اگه ای آقا بود دوباره میتونستم کیلوی 70 تومن باهاتون حساب کنم، ولی او آقا شرمنده. آقا برش میزنی تو سرمان، شوهر من چرا باید 3 کیلو ارزان تر باشه؟ منم 100 تومنی حساب کنید دیگه. من یه عمر خارم توی کوه دارم بار میبرم، کارم اینه نگاه بار بکنم میدانم ماجرا چیزه. آقا این لحظه به من اجازه بدید بزن این بحث تموم شه، من خودم نوکرم و کاوس هستم، کولشم میکنم. اما کاوس کرد اینا همش خاطره میشه. درود به شرف مهی جان، من زیر دین هیچ کس نمانده، من نمکامون بمانم، قطعی یقین باید حساب کنم. بابا شما میخوایی در نهایت ته تهش اون پونسدی قرمز زمان و مصدق رو بهم بدید. خیلی بامزه گفتی، بامزه گفتی. بیا کلو من آقا، بیا کلو من. دردت به جانم وحید عزیز من، تو پره پره با این کار مردانگی در ثابت کردی، من با لک لک هم شده بادان هم را پس دیگه سفارش نکنم، همه تون به صورت دقیق و منظم پشت سر ما تو یه خط حرکت میکنید. تو چند خط؟ یه خط. آفرین، نگران چیزی هم نباشید، این هوا تا نیم ساعت دیگه باز میشه، برفم تموم میشه. فقط عجله کنین، من واقعا عجله دارم. 3 2 1 بریم بیارا سلطانی برنشو چیزه؟ شما بریم ما میریم. میگم اصطورم جان چیزه؟ اسطوره جان، جانم میشه زحمت منو بکشی؟ من پوشو نقدم بهت میدم خودم. عزیزم من قبلا بارام رو بردم، تو اصلا میدانی اوسی که جلو اسم منم معنی شنی که؟ یعنی اوستا اوست خودم میدونم. آفرین، او اوس معنی همون سر میده. تو میتونی به سر الکس فرگوسن بگی بیا منو خول بکن؟ نه نمیتونم. خب از پاشو بلند شو. اوس خودم من نمیتونم. پاشو لوس نشو بیا. بلند شو سلطانی، فقط میتونم بلندت کنم. دری حد میتونم کمک. بلند شو. بیا. پشت سرم بیا. بچه جان امانی